خب دوستان عزیز قسمت دوم بررسی و نقد کتاب بقای دوستان تری این نوشته برایان هر رو دنبال کنیم خب به یک مبحثی رسیدیم که فکر میکنم تازه اصل مطلب داره الان شروع میشه یعنی در واقع نظریات برایان هر و توماز لو در مورد اینکه چرا انسان اهلی بقای بیشتری داشته شاید اینجا مطرح بشه اون هم یه مسئله هست به نام واکنش دهی هیجانی Emotional Reactivity واکنش دهی هیجانی چی هست؟ بیاین یک لحظه حالا من یه مقدار این رو بیام یه ذره غیر دقیق بگم حالا اینا تعریف دقیق تری داره ولی من یه ذره ساده شده خدمتون بگم مثلا تصور کنید یه اتفاق بدی برای شما میافته مثلا ممکنه وسیلهتون رو گم کنید تصادف کنید نمیدونم با یکی درگیر بشید میبینی یکی خیلی سریع به هم میریزه و اون حالت به هم ریختگی و استراب و بیقراری و پرخاشگری و عصبانیتش تا مدت ها میمونه خیلی سخت آروم میشه یکی دیگه هم میبینی نه اصولا خیلی سریع واکنش نشون نمیده یا اگرم واکنش نشون داد خیلی سریع آروم میشه و دوباره اون حالت آرامش غیر هیجانی خودش رو باز میابه اونایی که خیلی پر سر و صدا هستن خیلی سریع واکنش نشون میدن اصطلاحا میگن ایموشنالی ریاکتیو هستند ایموشنال ریاکتیویتی دارن در صورتی که این مسئله تو یا برعکس این هست و شما حتی این رو توی کودکان هم میتونی ببینی یعنی در واقع بعضی کودکان هستن مثلا میبینی یه لحظه مادرشون اتاق رو ترک میکنه به هم میریزن و تازه وقتی مادر برمیگرده میخواد بغلش کنه آرومش کنه بازم تا دقایق زیادی گریه میکنن اصلا حالت نحس توشون میمونه میگن از صبح دیگه اینجوری شد دیگه اخلاقش گنده این تا آخر شب که بخوابه با همه دعوا داره در صورتی که بعضیا میبینید چقدر دوستانه است چقدر آرومه مثلا یه لحظه مادرش میگه اعتراض میکنه بعد تا مادر برمیگرده زود آروم میشه یا زود اصلا خودش خودش آروم میکنه واکنش دهی کم هست. چون میخوایم این معما رو حل کنیم دوستان عزیز که با وجود اینی که گرگ ها و اون سگ های در مقایسه با اون سگ های اهلی هوش بیشتری دارن مغز بزرگتری دارن چرا نمیتونن نیت و جهت توجه انسان ها رو متوجه بشن و باز دیدیم که همون روباهایی که توسط بلیایف و لیود میلا تروت دستیارش که هنوزم زنده است اهلی اه، شدن و برایان هر پاشد شد رفت روسیه و اونها رو مورد مطالعه قرار داد اونا میتونن ذهن انسان رو بخونن ولی گورکا با اون همه هوششون نمیتونن این از کجا میاد خب اینجاست که بحث ما میره روی تکامل درک نیت و توجه توسط انسانها فعلا این کتاب رو اجازه بدید معرفی نکنم یه مقدار کتاب فنی هست و شاید تو فرصت های بعدی مقدار بهش بپردازیم Making Minds ساختن ذهن ها How Theory of Mind Develops چگونه نظریه ذهن شکل میگیره نوشته هنری ویلمان این جزء منابع هست که برایان هر خیلی به اون اشاره میکنه حالا خلاصه این کتاب رو که میگم من نخوندمش هنوز ولی برایان هر بهش اشاره میکنه این هست که کودکانی که واکنش هیجانی کمتری دارند زودتر به مرحله خواندن نیت و درک ذهنیت دیگران میرسند یعنی اگر شما خیلی بیقراری خیلی نمیتونی خودتو آروم کنی زمان میبره و طول میکشه از نظر تکاملی تا به اون مرحله ای برسی که تئوری مایند تئوری ذهن رو صاحب بشی بتونی نیت طرف مقابل رو متوجه بشی و مکانیزمی که برای این هست به این گونه مطرح میشه که خیلی خوب ببینید واکنش دهی هیجانی اون حالتی که شما بیقرار میشی اون حالتی که پر سر و صدا هیجانی میشی تا حدی به مسئله آمیگدال برمیگرده و آمیگدال وقتی پرکار میشه مراکز دیگر مغز به خصوص MPFC Medial Prefrontal Cortex Pre Temporoparietal Junction TPG و Posterior Superior Temporal Sulcus اینها به, این به این مناطق الیاف ماهاری میفرسته و اینها رو ماهار میکنه حالا این مراکز چه کار کردی دارند میگم حالا برای اونایی که رشتهشون نیست شاید این همه اسامی قلمبه به خیلی جذاب نباشه ولی به طور خلاصه میگم وقتی شما داری ذهن یکی دیگر رو متوجه میشی یا سعی میکنی بفهمی تو ذهن او چه خبره یا جهان رو از دید او ببینی و فقط منظورم به صورت انتظایش نیست به صورت خیلی مکانیکی و سادش هم هست یعنی مثلا فکر کن اون طرف پشت دیوار رو داره فرض کن اون گوشه وایساده و میتونه بیرون اتاق رو ببینه مثلا از پنجره داره بیرون رو میبینه و اون شعی رو که داره میبینه شما بخوای فرض کنی که از دید او چه, دی، چه شکلی دیده میشه یا کدام که از اون اشیا رو میبینه مراکزی که در مغز شما فعال میشه تی پی جی هست تمپورو پاریتال و پی اس تی اس Sulcus سوپریور تمپورال در واقع اینا خیلی تاثیر دارن در اینی که جهت نگاه دیگران جهت توجه دیگران و اون اجسامی که در میدان توجه دیگران هستند رو شما متوجه شید و توی اون تستایی که از کودکان به عمل میارن مثلا اون تستای تئوری ذهن هست حالا الان فکر کنم خیلی بازش نکنم جلسه خسته کننده میشه این مراکز درگیر هستند خب آمیگدال گفتیم با چه همراهه با واکنش هیجانی با ترس با استراب وقتی آمیگدال پرکار میشه الیاف ماهاری پیام های مهاری به این کانون ها می معنی سادش اینه یک آمیگدال پرکار در موجودی که واکنش هیجانی شدید داره مانع درک نیات و ذهنیت دیگران میشه. شما هم فکر کنم اینو خودتون اصلا تجربه کردین وقتی هول میکنین وقتی میترسین وقتی مثلا گوشیتونو رو گم کردین چگونه هست که نیات دیگران یه جور دیگه تعبیر میشه مثلا فکر میکنی همه تهدیدا میزن همه شومن متوجه ذهنیت دیگران نمیشی فکر میکنی همه نیت بد دارن چرا اون یارو داشت به من اونجوری نگاه میکرد اون یارو مشکوکه اون یکی چرا داشت اون شکلی به من صحبت میکرد دیدین وقتی شما در حالت هیجانی هستین نیت دیگران رو بد میفهمین مثلا یه کسی اومده سعی کنه به شما کمک کنه شما بدتر فکر کنی اونم اومده جیب شما رو بزنه یا یکی مثلا میاد به شما میگه که خب سعی کنی آرامش باشی میگه چرا داری توهین میکنی میگه من توهین نکردم من سعی دارم به شما کمک کنم نه حرف دهن تو بفهم تو داری چی میگی اصلا به تو چه مربوطه یعنی شما نیت دیگران رو یا متوجه نمیشید یا یک تعبیر کاملا جهتدار ازش میکنید به نظر میاد فرایند اینجوریه که وقتی شما هیجانی شدید ترسیدید آمیگدال میاد اون قانونهای های اصلیه در واقع درک نیات رو مهار میکنه میدونید درک نیات با مسئله همدلی هم مربوطه یعنی فرض کنیم مثلا وقتی یک کسی میاد از کنار شما وسیله رو ورداره شما سری ذهن اون رو میخونید که خب مثلا شاید تشنش اومده لیوان ورداره شاید خسته است اومده این روی این صندلی بشینه این کنار من نمیخواد بهم حمله کنه اونم خسته شده همش سر پا بوده یا اومده از من سوال میکنه واقعا این مستعصله این کمک لازم داره نیتش این نیست که به من حمله کنه پس خوندن نیات دیگران اهمیت داره حالا باز دیدن وقتی انسان ها مسترب میشن توانایی ذهن خانشون میاد پایین و جالب متعاقب کاهش توانایی خانیشون حس همدلی و مشارکت میاد پایین حالا فکر کنم شما متوجه قضیه شدید یعنی اون چیزی که میگه انسان رو انسان کرده تمدن رو به وجود آورده شفقت، مهربانی، همدلی، همزبانی، همفکری رو دامن زده میگه فرایند احتمالا اینجوری بوده آمیگدال از میزان واکنش هیجانیش کاسته شده اجازه داده TPJ و STSC این مراکز مربوط به درک نیات دیگران، درک افکار دیگران، درک در واقع امیال دیگران رشد کنند و شما بتونید ذهن دیگران را بخوانید میگم منظورم ذهن دیگران رو خوندن همچین چیز پارانورماله مابد و طبیعه منظورم نیست مثلا تلپاتی و اینو نه خب شما میفهمید دیگه میفهمی که مثلا یه نفر از شما سوال داره این بیشتر هدفش سواله یا میخواد مثلا جیب شما رو بزنه یا یکی واقعا میخواد شما کمک کنه یا اینی که این مثلا دشمنه این داره ادا در میاره هر چند ما در بسیاری از موارد هم خطا میکنیم ولی اینگونه نیست که واقعا شیراختی عمل کنیم مثل گرگ عمل کنیم که همه چی رو در واقع بهش کور باشیم پس در واقع تئوری تکاملی که برایان هر و توماس میگن چند پله از ریچارد رنگهام پیچیده تر شده میگه انسان به تدریج آمیگدالش از نظر واکنشی کمتر شده در نتیجه فرصت رشد تئوری آف مایند و توانایی خوندن درک نیات دیگران درک دیدگاه های دیگران و توانایی فهمیدن آنچه در دل دیگران هست رو افزایش داده و شما میدونید وقتی اینا اتفاقا میفته شما میتونی گروه تشکیل بدی میتونی جامعه تشکیل بدی اگه شما باورت بر اینه که همه میخوان سر شما کلا بذارن همه دشمن شما هستند از چپ و راست همه نیت بد دارن خب شما نمیتونی با دیگران مشارکت کنی همکاری کنی به کسی کمک نمی کنی اونم به کسی او به شما کمک نمی کنه در واقع منش دوستانه تکامل پیدا نمیکنه پس میبینیم این مسیر چقدر قشنگ توضیح داده شده و چند مطالعه دیگر رو یاد میکنه میگه گرکا رو اگر بشه یه جوری آمیگدالشون رو کمکار کرد یا از فعالیت آمیگدال اونها کاست اونها هم یه شمه هایی از درک نیات انسان ها رو در واقع کسب میکنند پس میبینید یک حلقه یه که رو هم اثر داره یک لوپ هست شما از یه طرف باید واکنش دهی هیجانی رو کم بکنی واکنش دهی هیجانی که کم شد فرصت رشد به درک نیات دیگران میدی وقتی فرصت رشد به درک نیات دیگران دادی میتونی دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدی وقتی تونستی دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدی به دوستات کمک میکنی با دشمنات میجنگی و بعد در این حال میتونی تمدن و جامعه رو بسازی پس به نظر میاد نظریه قشنگیه یعنی یک چرخه که این احتمالا مثلا سی هزار سال طول کشته البته برایان هر با رنگ هم یه ذره اختلاف داره میگه نه من معتقدم این چرخه شاید هشتاد هزار ساله که شکل گرفته یعنی از اون زمانی که این انسان ها تونستن گروه های بزرگتر تشکیل بدن و در واقع مفهوم دوست و دشمن توشون شکل بگیره حالا اینم یه بحث قشنگه که ما در واقع مفهوم دوست و دشمن چگونه در ما ایجاد میشه ولی وقتی شما این مفهوم رو شکل دادی شروع میکنی با دوستات مشارکت کردن و در واقع از همدیگه یاد گرفتن و تمدن رو پای ریزی کردن خب هنوز بحثش تموم نشده هنوز یه بحث قشنگ دیگه هم به نظر من داره که این کتاب رو خواندنی میکنه حالا اسمش رو بذاریم جهت نگاه یا بذاریم سفیدی چشم بحثی که مطرح شده اینه انسان تنها موجودی است که یک سفیدی چشم بسیار واضح و قابل رویت داره شما به حیوانات دقت کنید سفیدی زیادی ندارند در واقع منطقه اسکلرا به جای اینکه سفید باشه پر از در واقع پیگمان های رنگی است یعنی این نیست که اینا اسکلرا ندارن اسکلراشون سفید نیست در نتیجه شما از امروز شروع کنید به چشم اینا خیرشید سگ گربه اگر شامپانزه گوریل میمون دیدید ببینید سفیدی چشمی نداره حالا سفیدی چشم یه چیز دیگه هم هست تو تمام ابناع بشر وجود داره و حتی شما میبینی اون سیاه فرد که همه جایی بدنش سیاه سیاهه با سفیدی چشمش سفید سفیده و این سوال هست که اصلا اصولا این سفیدی چشم چرا شکل گرفت چرا ما اینقدر سفیدی واضح داریم و چرا تو تمام انسانها هر بلایی سرشون بیاد با سفیدیه سفید میمونه رنگش تغییر نمیکنه خب حسی که اونا میکنن میگن که این سفیدیه کمک میکنه که شما جهت نگاه و متعاقب جهت نگاه جهت نیت و فکر طرف رو متوجه بشی و فکر میکنم شما اینو متوجه شدید از فاصله خیلی دور شاید از فاصله 100 متری شما میتونی با نگاه کردن به چشم یکی اگر چشمتون عینک لازم نداشته باشه بفهمی داره به شما نگاه میکنه یا به بغل دستی نگاه میکنه یا شما داری رانندگی میکنی حتی خیلی سریع تو همون سرعت اتوبان میفهمی که اون طرف داره جلو رو نگاه میکنه یا داره به شما نگاه میکنه اصلا این حسی که به من نگاه میکنه خیلی در انسان تکامل یافته و این با کجا مربوطه با STS Superior Temporal Sulcus همون جایی که گفتیم کمک میکنه در درک نیات دیگران و متوجه شدن اه اهداف دیگران حالا فرضش بر اینه که انسان ها وقتی داشتن دوستانه میشدن وقتی داشتن مشارکت میکردن با هم از اون واکنشتهی هیجانیشون کاسته شده بود میتونستن به هم نزدیک بشن یک مزیتی که کم کم شکل گرفت اینه که اسکلرا اون سفیدیشون به سمت سفیدی کامل بره و باعث میشه که راحت تر بتونن جهت نگاه هم رو متوجه بشند و این بسیار مزیت تکاملی بوده و باعث شکلگیری هوموساپینس شده حتی اومدن دیدن جالبه حالا شما باز میگم به حیوانات نگاه کنید سفیدی چشم محسوسی ندارند گربه به زور اگر شما پلکاش رو دور کنید از هم و یه جور سرش رو به اون کنار میبینید اونم تازه رنگش آبیه خیلی سفید نیست همچین راحت تو چشم نمیاد اومدن توی مطالعه جالبی یه تعدادی از این اسباب بازی درست کردن ببین از این پشمالوها حالا گربش هست این اختاپوسه این سگ این فیل این لاک پشت و این هم یه دونه حلزونه و به شکل مختلف در آوردن مثلا کامل چشم سیاه باشه چشم سفیدی داشته باشه چشم سیاهی کوچیک داشته باشه سیاهی درشت داشته باشه سیاهی کوچیک داشته باشه سفیدی درش داشته باشه به شما نگاه کنه به اطراف نگاه کنه و از افراد بپرسن که کدوم یکی از اینها به نظرت خوشگل کدومش کیوت تره کدومش رو دوست داری انتخاب کنی حالا از کیا پرسیدن از سه گروه یک از کودکان مبتلا به اختلال اوتیزم یعنی اونهایی که مشکل جدی در درک نیات و ذهنیت دیگران دارند میدونید اوتیسم یک بیماری هست طیف اوتیسم که میگن یکی از مشکلات اصلی اونها درک نظریه ذهن در این افراد مبتلا هست دو از کودکان در واقع 6 7 ساله و سه از بزرگسالان ببینیم جواب چی بوده و این رو فراموش نکنید که این حیواناتی که اینجا نشون دادن اصولا هیچ وقت سفیدی چشم ندارند یعنی شما سفیدی چشم رو در اینها نخواهیدید خب جواب جالب بوده این منطقه‌ای که شما سفید هست اونایی هستند که حیوانی رو انتخاب کردن که سفیدی چشم داشته این گربه هست این اختاپوس است این سگه است این فیل است این لاک پشت است این هم حلزون است توی کودکان اوتیستیک ببینید مثلا تو گربه شاید یک سوم اون گربه ای رو که سفیدی داره اینو انتخاب کردن یا وقتی صحبت سگه بوده یک سوم این سگه ای که اینجا سفیدی داره انتخاب کردن ولی درصد زیادشون هم اونی که سیاهی کامل داره انتخاب کرد. یعنی تمایل برای سفیدی کم بوده البته این رو هم گفتم فراموش نکنید که سفیدی اصولا طبیعی نیست در حیوانات یعنی حتی کودکان اوتیستیک هم یه میلی دارن به انتخاب حیواناتی که چشم سفید دارند این قضیه رو حالا در, انسان ها در کودکان سالم نگاه کنیم 6-7 ساله سالم ببینید تمایل برای اون حیوونا اون عروسکایی که سفیدی داره بیشتر شده یعنی اکثریت میبینید یک تمایل خیلی زیادی دارن مثلا این سگه یا این فیله یا لاک ای که سفیدی داره رو انتخاب کنن یعنی حس میکنن که سفیدی وقتی توش هست دوستانه تر میشه دوست داشتنی تر میشه و حتی وقتی به بزرگسالان میرسیم این قضیه بازم محسوس تر میشه یعنی شما ببینید در بزرگسالان گزینش افراد تو همه موارد بالای پنجاه درصد حیوانی بوده که سفیدی داره در که باز گفتم این سفیدی داشتنه اصلا طبیعی نیست پس به نظر میاد سفیدی چشم یه پدیده یه که جذابه و ما به صورت سخت افزاری به اون علاقه داریم کودکان در سنین خیلی کم در واقع جهت نگاه رو متوجه میشن و از حیواناتی استقبال میکنن که سفیدی دارن این سفیدی کمک کرده ما بتونیم نیات مشترک هم رو راحت تر درک کنیم چون از روی اون سریع جهت نگاه رو متوجه میشیم یک کار قشنگی استفان جی گولد کرده اون میدونید یک متخصص نظریه تکاملی بود یک زیستشناس بود و در واقع مقاله ای داره تحت عنوان شاید بگیم در واقع تقدیر از میکی ماوس هامج تو میکی ماوس در اواخر و عمرش این رو نوشته این اومده نگاه کرده دیده که ببینید کارتون میکی ماوس تکامل کارتون میکی ماوس رو از زمان پیدایشش تا معاصر تقریبا از سال 1940 تا الان دنبال کرده میکی ماوس اول کار ببینید تماما سیاهی داشته چشمش و یک پوزه کشیده کم کم پوزه کوتاه شده و سفیدی بهش اضافه شده میبینید یعنی اینجا واضحا چه سفیدی درشتی داره این حرکت تکاملی این میکی ماوس 1940 این میکی ماوس معاصره و همینجوری که میریم جلو میکی ماوس ها جدیدتر میشن خب این میکی ماوس ها خیلی دقیق کشیده میشن برای اینکه اونایی کارتونیستایی که بودن تو دیزنی خب نظر بچه ها رو میپرسیدن و بعد نگاه میکردن کدوم میکی ماوس جذاب جز... تر فیلماشو نگاه میکنن بچه ها ذوق میکنن ببین همینجور که داره میره جلو میکی ماوس سفیدی بیشتری پیدا کرده خیلی این قشنگه یعنی نشون میده حتی کودکان هم یک ترجیح زیادی دارند که چشم سفیدی داشته باشه و شما بتونی جهت نگاه رو متوجه بشی این علاقه به این حالت در صورت که میدونی موش اصولا اصلا سفیدی چشم نداره و اتفاق دیگه که افتاده این که پوزش ببینین کوتاهتر شده که این باز شبیه همون اهلی شده است که ریچارد رنگام میگه یعنی میکی ماوس جدید خیلی اهلی شده یه میکی ماوس قدیم هست و این سفیدی زیادی که در واقع شما در چشم این کارتون میبینید خیلی احساس خوبی به بچه ها میداده پس یکی از ویژگی هایی که برایان هر خیلی مدعیه که تو تکامل ما شکل داشته در شکل گیری رفتار اجتماعی ما شکل داشته در اینی که بتونیم نیات هم دیگر رو بخونیم اینی که اسکلرا این در واقع سلبیه شروع کرده به سمت سفید شدن رفتن حتی من داشتم فکر کردم که اگه یه زمانی مثلا نصیبمون میشد یک ماشین زمان یه جوری میتونستیم بریم به گذشته یک اسکرین شات یک لحظه فقط یک عکس از 200 هزار سال پیش داشتیم سی هزار سال پیش داشتیم خیلی میتونست به ما مطالب رو نشون بده که آیا نئاندرتال ها آیا هوموساپینس این اسکلراش چه رنگی بوده حدث من اینه که خب احتمالا نئاندرتال ها یا فرض کنید هومو ارکتوس اینایی که 500 هزار سال یه میلیون سال پیش زندگی میکردن مثل گوریل مثل شامپانزه اسکلرای تیره داشته چون اینا هنوز به اون مرحله درک نظریه ذهن نرسیدند و اون زمانی که این اسکلرای سفید شده هیف توی فسیلا معلوم نمیشه در واقع چشم از بین میره نمیدونیم حالا من نمیدونم شاید متخصصین دی ای بتونن در واقع با استخراج اون به نتیجه برسن که بالاخره این اسکلرا چه رنگی بوده در اونها و رنگ اسکلرا خیلی از تکامل شناخت اجتماعی رو روشن خواهد کرد که یکی از در واقع ویژگی های اصلی موجوداتی است که میتونن با هم همکاری کنند. پژوهش های خیلی خوبی در این مورد هست که مثلا کودکان توی همون چند ماه اول میتونن خیلی سریع نگاه مادرشون به کجا نگاه میکنن رو متوجه شند ولی تومازلو معتقده که شامپانزا این توان رو ندارند یعنی تا کل بدن یا ترجیحاً بدن و چهره به یک سمتی نچرخه به راحتی توجهشون به اون سو جلب نمیشه چه برسه به اینی که زیر چشمی به یه جا نگاه کنی در صورتی که شما با یک بچه یه ساله امتحان کن همین زیر چشمی یه لحظه یه گوشه رو نگاه کن حتی خانواده هم میگن ماشاءالله چقدر باهوشه یه لحظه فقط نگاه کردیم این جای عروسکش رو فهمید این جای شکلات رو فهمید یعنی شما اصلا باید صاف تو چشش خیره شی یا مثلا به سقف نگاه کنی یه لحظه یه نگاه میکنی کافی یک تغییر کوچیک هیجانی هم که ناش باشه این میفهمه مثلا اون خوراکی رو کجا قایم کردی یا داری به چی نگاه میکنی و در واقع این چقدر تسهیل میکنه درک نیات یکدیگر رو خب انسان‌ها دوستانه میشند و در واقع میتونن به همین طریق گروه های وسیع تر تشکیل بدن گروههایی که در اونها همه اسکلرای سفید دارن خب تا اینجای کتاب به نظر میاد که نکات خیلی قشنگی رو برایان هر مطرح میکنه ادامه کتاب به خصوص فصل ششمش من حس میکنم یه مقداری سهلنگارانه میشه و در واقع شاید او بخش بعدی کتاب خیلی راحت به این قسمتی که خیلی قشنگ خیلی علمی توضیح داده مسئله درک نیات هست چفت و جور نمیشه مثلا خیلی سریع میاد به سمت مسائل اجتماعی مسئله تبعیض نژادی خشونت های جمعی و فکر میکنم که در این حوزه شاید رشته تخصصیش نیست سن زیادی هم نداره او در واقع الان 44 سالشه شاید یه مقدار افراد کارکشته تری باید این قسمت ها رو بنویسن برای همین سه فصل آخر کتاب رو من فکر میکنم خیلی سریعتر میشه از روش رد شد چند تا مفهوم جالب منتها توش داره مثلا یکی از مفاهیم جالبی که داره اینه میگه که همین داستان فرندلی شدن دوستانه شدن انسان ها اجازه داده که پدیده شکل بگیره به نام قریبه خودی این البته ترجمه منه لغت اصلیش اینترا گروپ سترینجر هست میگه خب در گروه های که کوچکتر بودن همه آشنا بودن شما غریبه نداشتی ولی گروه ها که به تدریج بزرگ میشن شما افراد غریبه میان توش ولی جالبه که این قریبه ها دشمن حساب نمیشن خودیان. در واقع غریبه ای هستن که نمیشناسمش ولی حس خودی بودن رو دارم حالا از کجا میفهمم خودیه لحجه شبیه منه نمیدونم رنگ پوست شبیه منه آینهای من رو تکرار میکنه لباس پوشیدن شبیه منه نمیدونم حرکات و ژستش شبیه منه حتی مطالعاتی هست که مثلا لهجه خیلی مهمه در درک غریبه خودی شما طرف رو نمیشناسی نه میدونی اسمش کیه نه قبلا دیدیش ولی از رو لحجهش میفهمی که ها این خودیه این مثلا بچه محل خودمونه بچه منطقه خودمونه و او معتقده که شکلگیری غریبه خودی در واقع یکی از جهش های خیلی خوب بوده یعنی شما نیاز نبوده همه رو بشناسی فقط از روی بعضی نشانگرها مثل رنگ پوست آینی که اجرا میکنه مناسک مذهبی که به جا میاره یا فرض کنید که در واقع بعضی حرکات یا جستایی که داشته خودی بودن رو شما متوجه میشدی و در واقع اجازه میدادی که اون در جمع شما شکل بگیره خب گفتم در مباحث بعدیش سعی میکنه یه مقدار به مسائل اجتماعی بپردازه ولی خیلی شاید توانمند اینجا خودش رو نشون نمیده من به چند تا مفهومی که اشاره میکنه به صورت گذرا در واقع یاد میکنم ازش حالا بد نیست شاید در مطالعات کتاب هایی که تر هستن من بیشتر به این مسائل بپردازم یکی از چیزهایی که برایان هر مطرح میکنه میگه خیلی خوب ببینید با افزایش دوستانه بودن گروه ها بزرگ شدند ما تونستیم گروه های خیلی بزرگی تشکیل بدیم که نیازی نیست همه همدیگر رو بشناسند ولی این گروه ها حتی قریبه هایی هم که توش بودن رو ما خودی حساب کردیم ولی این یک مزیت بود خیلی کمک کرد به تکامل بشر ولی یه ایراد هم داره و اون ایراد اینه که اگر شما تو گروه ما نباشی بیرون گروه ما باشی اون موقع ما بهت خشم داریم یعنی درسته که خشم و خشونت و قصاوت به واسطه ی در واقع آروم گرفتن آمیگدال و افزایش نظریه ذهن در واقع تقویت شده ولی این خاص خودی هاست غیر خودی ها از این مزیت بهره نمیبرند در مورد غیر خودی ها شما کماکان پرخاش میکنی حتی ممکنه بیشتر پرخاش کنی و جالبه که تئوری مایند اون تئوری ذهن در مورد غیر خودی ها مستاق نداره یعنی دیدن وقتی میخوای نیات و در واقع دیدگاه های دیگران رو متوجه بشی اونایی که خودی نیستن شما دچار دو دشواری جدی میشی و در اونجا میای چه کار میکنی اتفاقی که میفته اسمش رو گذاشته دی هیومنیزیشن البته دی هیومنیزیشن اصطلاحی از خیلی وقت پیش مطرح شده بود بندورات و کارهاش بود که در واقع میای حس میکنی که اون اصلا انسان نیست اون اصلا خواست نداره اون اصلا نیت نداره اون اصلا عشق نداره اون اصلا درد متوجه نمیشه اون چی میفهمه فقط خودیا این رو میفهمیم به این میگن دی هیومنیزیشن که من اسمش رو گذاشتم نا انسان سازی و دی هیومنیزیشن میتونه حتی متقابل باشه یعنی شما این حس رو داشته باشی که آه اون غیر خودیا ما رو آدم حساب نمیکنن فکر میکنن ما عواطف نداریم فکر میکنن ما اعتقاد نداریم فکر میکنن که ما به چیزی علاقه نداریم ما عشق چی سرمون میشه در صورتی که خودشون اونجورن این میشه reciprocal dehumanization یعنی من شروع میکنم دیگران رو غیر انسانی دیدن و سیستم توانمند درک نیات درک ذهن و ذهن خانی خودم رو در مورد اونها شات داون کردن یعنی من به غیر خودیا اصلا فکر نمی کنم که اینا تو مغزشون چی میگذره اینا اصلا چیزی تو مغزشون نمیگذره اینا اصلا به اون محل از شعور نرسیدند این میشه دهیومنیزیشن و رسیپروکال دهیومنیزیشن و سعی داره به کمک این توضیح بده جنگ ها قصاوت های بشری رو میگه ما آمیگدالمون آروم گرفته به خودی قصاوت نداریم ولی چون غیر خودی رو دیهیومنایز میکنیم نا انسان سازیش میکنیم خیلی راحت میتونیم بهش حمله کنیم و در اون مورد دیگه درک نیات و اینا نداریم اصلا کاری باش نداریم و مثال هایی که میزنه یه مقدار میگم یه دفعه رفت میره تو عالم سیاست مثلا اشاره میکنه که تکنیک ناانسانسازی برای مخالفان یک تکنیک بسیار شایع است مثلا از وسط این همه مطالب میاد به جنگ عراق و حملش به کویت اشاره میکنه که میگه وقتی که عراق به کویت حمله کرده بود خیلی ها سعی میکردن که بسیج کنن افکار عمومی رو برای حمله به عراق و یکی از چیزهایی که خیلی در بسیج عمومی افکار غربی ها تاثیر گذاشت شهادت نیره بود شهادت به معنی گواهی دادن نه شهید شدن اومده توی کنگره آمریکا نیره شهادت داده که صحنه ای رو دیده که نشان از ناانسان بودن و بیاتفه بودن عراقی میگه که من توی بیمارستان نوزادان بودم و در اونجا سربازان عراقی اومدن این انکیوباتورها این جایی که نوزادا توش هست رو وردارن ببرن بدزدن حالا مثلا میخواستن برای همین نوزادایی که توش بودن رو پرت کردن رو سطح زمین و کوبیدن به زمین و بردن و این شهادت نیره در کنگره آمریکا یکی از چیزهایی بود که به جنگ 1991 خیلی کمک کرد تمام غربی ها متفق شدن که به هر قیمتی هست باید به عراق و صدام حسین حمله بشه که البته نکته جالبی که در مورد شهادت نیره وجود داره اینه که این کاملا ساختگی است نیره نه پرستار بوده نه بهیار بوده بلکه دختر سفیر کویت در آمریکا بوده که او رو به عنوان یک پرستاری که اخیرا از کویت فرار کرده جا زدن و این شهادت او که در واقع پر از نا سازی بود خیلی کمک کرد که تئوری آف مایند در واقع تغییر کنه اون درک نیاد به همین دلیل یه سری اومدن پژوهشایی کردن، که وقتی شما ناانسان میکنی در واقع چگونه اتفاق میفته اینم قشنگه تو آخر کتابش به این اشاره کرده حالا من چند دقیقه ایرم به این اختصاص میدم چون اگر فرصت نداری کتاب رو بخونید با این دیدگاه هم آشنا بشید جالب پژوهش های جالبیه به خصوص که فردی به نام نور که تیلی روی اینا هست من نمیدونم این رو چه شکلی باید تلفظ کرد N او اسمشه و K-T-E-I-L-Y نور کتایلی که به نظر میاد فردی است از یکی از کشورهای عربی باشه ولی پژوهش های خیلی قشنگی داره حالا عربیش رو من گشتم پیدا نکردم ظاهرا بزرگ شده اونجا به رسم الخط ما چیزی ننوشته بود این تصویری که شما در اسلاید 37 میبینید این uh, 1965 یک هنرمند این رو کشید که در واقع اسمش هست مارچ to پروگرس در واقع پیاده روی به پیش رفت 1965 رو برای مجله تایم لایف کشیدند ولی ادهی معتقدن که این خیلی تاثیر مخربی داشت البته قبل از این هم ایده های مثل این بود که ما از میمون شروع شده و به انسان کامل معاصر رسیدیم ولی این احساس رو در خیلی ها ایجاد کرد که خب این قدم به سوی پیشرفت قدم به سوی تکامل برای بعضی ها صورت نگرفته یعنی از شاید قرن نوزدهم که نظریه داروین مطرح شد خیلی سریع ده به این نتیجه رسیدن که خب درسته دیگه منتها همه انسان ها هوموساپینز نیستن بعضی ها هنوز تو اون مراحل قبلی موندن چون طبق نظریه داروین خب تدریجی بوده دیگه خب چه تضمینی است که هممون هوموساپینز باشیم شاید یه ده هوموساپینز نباشن حتی حتی دوستان دقت بفرمایید میدونید جامعه آمریکا در مقایسه با جامعه اروپا بخصوص در مقایسه با جامعه انگلیس جامعه سنتی تر و محافظه‌کارتری هست. دیدگاه های خیلی سنتی اونجا عمیقتره ولی جالبه که در ابتدای قرن بیستم پذیرش نظریه داروینیزم در آمریکا بیشتر از اروپای غربی بود الان برعکسه ها الان اونگونه نیست الان اروپای غربی خیلی بیشتر مسئله تکامل رو قبول دارن تا آهاد جامعه آمریکا ولی یکی از دلایلی که میگن چی شد ابتدای قرن بیستم آمریکایی ها خیلی راحت داروینیز رو پذیرفتن میگن متاسفانه این به خاطر علاقهشون به زیست شناسی یا تحصیلات یا یک نوع واکنش روشنفکری نبود این یک پدیده نجات پرستی بود چون لایه های جنوب آمریکا که خیلی هم اتفاقا نجات پرستن و از نظر تحصیلی پایین هستن راحت داروینیز رو پذیرفتند و دلیلی که داروینیز رو پذیرفته بودن نه اینی که مثلا به تکامل و بیولوژی علاقه دارن بلکه اینکه این حس رو داشتن که خب دیگه دیگه سیاپوستا اون وسطا درست میگن اینا هنوز از این گوریلا زیاد فاصله نگرفتن فقط بشر سفید پوست در واقع انگلوساکسون هست که یک کامل رو تشکیل میده اینا شبیه ببینید یه مقدار شبیه قبایل آفریقایی دیگه و این مسئله باعث پژوهش جاربی شد که همین گفتم نور کتایلی تایلی انجام داده و یه مقدار نتایجش دردناک دوستان ولی حالا تو کتاب آورده و میگم خیلی کتابش یه دفعه تغییر جهت میده از بیولوژی و زیست شناسی میره یه مقدار اجتماع و سیاست و اینا ولی فکر کردم این کارهایی که تایلی بد نیست نگاه کنیم اومده از آمریکایا پرسیده که خیلی خوب ببینید همین اسلاید رو نگاه کنید این رو به جای یه لیکرت در نظر گرفته میدونید که شما تو آزمونای روانشناسی مثلا یه خط میکشن یه پاره خط میکشن میگن از نظر درد بگو کجای پاره خطی. پار خطی از نظر خوشحالی بگو کجای پاره خطی از نظر نمیدونم پرخاشگری بگو کجای پاره خطی این به جای اینکه بیاد از اون لیکرت ها استفاده کنه از این نقاشی مارچ تو پروگرس در واقع قدم به پیش رفت استفاده کرده و گفته شما بیا این گروه های مختلف رو بگو کجای اینند یعنی در واقع شما بیا اینجا کرسرت یا زبدر بزن که فکر میکنی گروه های مختلف کجا قرار دارند خب وقتی گفته اروپایی ها همه اینجا رو زدن یعنی تای خط گفته ژاپنیا اینجا رو زدن گفته چینیا اینجا رو زدن این خط با این میخونه کره ها اینجا رو زدن مهاجرین مکزیکی اینجا رو زدن و متاسفانه میبینید یک جو شدید نجات پرستی زدیت با مسلمان ها شکل گرفته مسلمان ها رو اینجا زدن یعنی تقریبا هوموساپینز کامل نه بعد گروه های مختلف آمریکایی رو رفته بود دیده بود مثلا اگر جنوب آمریکا باشه اون مناطقی که نجات پرستی توشون هست ببینید اروپایی و آمریکایی رو کامل نمره دادن مسلمانان آمریکا رو اینجا نمره دادن بعد از اون انفجاری که توی بوستون اتفاق افتاد ببینید بدتر شده اومدن عقب یا بعد از کشته شدن سربازان آمریکایی و داعش رو اینجا زدن یعنی اگر شما خط داعش رو بکشید یه چیزی از هومو ارکتوس هم عقب تره یا توی یک مطالعه دیگه توی سفید پوست های در واقع نجات پرست این یعنی خیلی بدتر دادن سیاه پوست ها رو اینجا زدن یعنی استعمالا یه چیزی قبل هومو ارکتوس دموکرات ها رو هم همینجا زدن ژورنالیستا رو هم اینجا زدن روزنامه نگاران رو مسلمانان رو هم اینجا زدن و فمینیستا رو هم اینجا زدن یعنی میبینید از یک قوم نجات پرست برتلی به سفید وقتی میگی ارزیابی کن اقوام مختلف رو تو ذهنش هست که اینا به هوموساپینز نرسیدن و طرف های هومو ارکتوس مثلا یعنی با جمجمه 800 سی سی یعنی یه جور اون احساس رو بهشون میده و در واقع که کار قشنگی کرده که میگه یکی از بلیه هایی که ما داریم مسئله میمون سازی سی میانیزیشن هست که این در درک غلط تکامل در واقع توی این نقش داشته میمون سازی یا سیمیانیزیشن چون میدونید سیمیان یعنی صفت میمونی دیگه مثلا سیمیان کریز فکر کنم شما شنیدین اینایی که دوچار در واقع عقب ماندگی های ذهنی هستن خطوط کف دستشون میگن شبیه خطوط میمونه این سیمیانیزیشن یکی از عوارض بدفهمی تکامل بوده و اون داستان اینه که فرض بر اینه که گروه هایی که خودی ما نیستند و پرخاشگرن و خطرناکن بر اینکه اینا هنوز تو اون حالت شامپانزه و گوریل و میمون موندن و در واقع فقط اون انگلو ساکسون های پوست سفید خیلی کشیده اندام هست که اونا از این میمون ها دور شدن و این به این میپردازه که میگه متاسفانه سیمیان... سیمیانیزیشن توی رسانه ها خیلی زیاده فکر کنم شما هم دیدین مثلا توی مسابقات فوتبال هست میگن یکی از این عوارض نجات پرستی اینه که مثلا اون فوتبالیست سیاپوس که میاد بقیه ادای میمون در میارن موز میندازن براش یا مثلا این جمله که این سیاها رو شبیه گوریل میبینند حتی جالبه بدونید تو قرن 19 هنوز این باور بود که بعضی از این قبایل آفریقایی یا اون بومی های استرالیا اینا هنوز بین میمون و انسانن پیگمی ها اون آب اوریژین های استرالیا رو می آوردن توی موزه میذاشتن توی باغوش میذاشتن میگفتن اینا همون حلقه واسط بین شامپانزه و انسان است در صورتی که میدونید بعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظام سلطه نجات پرستی آلمان نازی جوز یکی از بندهایی بود که همه اصرار داشتن به تصویب برسه که تمام آهاد بشر هوموساپینس ساپینس, ساپینس هستند یعنی ما این وسط میمون نداریم ما اون انسانیم از نظر ژنتیکی و ساختاری ولی این توی گروه های نجات پرست هنوز این داستان میمونسازی مونده و دیدن میمونسازی و نا انسان یک ارتباط خیلی زیادی با خشونت نژادپرستی پرستی و جنگ داره یعنی وقتی میخوان به یک قومی حمله بکنند این برداشت رو میکنن که او انسان نیست دیهومنایزه و حتی یه اسی میکنن که با اینا همون میمونان دیگه یه ذره حالا تکامل پیدا کرده و جالبه که حتی وقتی به تحلیل رسانه ها و اون مطبوعات میپردازن خیلی شواهد زیادی میبینن حتی هنوز در جامعه مدرن مثلا این روی جلد مجله ووگ هست سال 2008 این بسکتبالیست معروف جیمز لوبرون هست و اونم مانکن معروف برزیلی گیزل بونچن که این عکس رو انداخته بودن و تازه خیلی هم ذوق میکردن که ببین برای اولین بار هست که ما عکس یک مرد سیاپوس رو انداختیم روی مجله ووگ و ولی هر کی که این رو دید گفت خب این که دیگه اصلا واقعا بدترین عکس ممکنه این چقدر شباهت داره به این عکس کینگ کونگ که اون گوریله اون دختره رو بغل کرده حتی طرز بغل کردنش طرز لباسش هم شبیه اونه یعنی حالا شیطنت سردبیر وگ بوده ناخواسته بوده اون عکاس بوده حواسش نبوده یعنی هر کی اینو نگاه میکنه این داستانی که اقوام غیر آنگلوساکسون اینا همون گوریل ها موندن چهره های زمخت دارن فک گنده دارن و در این حال پرخاشگرند دیگه پرخاشگرند و همچین هم عواطف و احساسات و محبت و خوش و اینا ندارند این یکی از زمینه های خیلی خشونت علیه قومیت ها رو تشکیل میده مثلا جالب بدونید این کینگ کونگ 1933 هست این فیلم این پوسترشه و همون 1933 حدود هشت نوجوان سیاپوست تو زندان متهم میشن که به یک خانوم سفید پوست تجاوز کردن و در نتیجه بسیارشون حکم اعدام میگیرند و نکته که جالبه اینه که اون پوستری که مردم زده بودن به عنوان اینی که خب اینا رو اعدام کنید اینا رو مجازات کنید به خاطر تجاوز به عنف این چقدر شبیه همون پوستر در واقع کینگ کونگ هست یعنی این ذهنیتی که ما یه سری انسان متمدن داریم اینا هومو ساپین ساپینس ساپینس و یه سری انسانی داریم که پایین تر از اینا هستن اون حلقه های تدریجی تکامل از هومو ارکتوس و استرالوپتیکوس و اینا هستن نئاندرتالن و تا به ما برسن و حتی ممکنه طرف به صورت آشکار این رو نگه ولی تو مطالعات دیدن که به صورت ناخودآگاه این وجود داره یعنی شباهت سازی اقوام ناخواسته قومیت هایی که به نوعی منفور اون طبقه حاکم هستند و میمون ها در مورد مثلا این که آلمان نازی اقلیت یهود رو مطرح میکرد که اینها هم همون در واقع میمون هایی هستند که حالا به انزه کافی همو ساپینز نشدند جمجمه شون اینا رو بررسی میکردند و سعی داشتن شباهت های اندام اینها رو با گوریل ها و اینا نشون بدند خب میگم کتاب در انتهای بعدیش یه مقدار سعی میکنه مسائل روز سیاسی نجات پرستی قومگرایی و اینها رو به بحث بگذاره ولی بدم این نیست حالا چل پنجه و میشه در واقع اون رو خوند خالی از لطف نیست و بیشتر مطالبی که بود همین رو مطرح میکنه و یه چیزی دیگه ای که مطرح میکنه جالبه دیده که شاید یه پیام کوتاهه ولی فکر میکنم این پیام کوتاه بد نباشه میگه درست بشر اهلی شده درست دوستانه شده ولی قافل از این نشیم که اگر همین موجود خود اهلی شده بیاد ادهی رو نا انسان سازی کنه سیمیانیزیشن کنه یعنی میمون سازیشون کنه نا سازیشون کنه در اون موقع نسبت به اونها میتونه خیلی پرخاشگر باشه و در واقع کاهش راه حل پرخاشگری و اهلی شدن در این مورد رو دیگه ربطی نمیده به اون اهلی شدنی که ریچارد رنگام میگه در واقع اون رو نسبت میده به کارهای اجتماعی که باید صورت بگیره میگه حقت در واقع تعامل انسان ها و گروه های مختلف با هم بیشتر باشه امکانی که نا سازی توشون شکل بگیره کمتره حتی به مطالعه جالبی اشاره میکنه در, ق... در مورد جنگ جهانی دوم دیده بود هایی که آلمانی هایی که در واقع به یهودی ها یا به اقلیت های دیگه کمک کرده بودن و حاضر نشده بودن اینها رو لو بدن اینها رو در واقع گشتاپو همکاری کنن که اینها باشه به خصوص توی لهستان اونایی بودن که قبل از جنگ با اینها هشت رو نش داشتن با هم آشنایی داشتن یعنی این حس رو داشتن که ذهن اینا رو میتونم بخونم میفهمم تو ذهن اینا هم چی میگذره در واقع ناانسان سازی نبوده نیات همدیگر رو متوجه میشدن و این معتقده که اگر ما به مرحله رسیدیم که احساس کوری به ذهن دیگران این که انگیزه نداره این که عاطفه نداره این چی میفهمه محبت سرش یعنی چی این که نمیدونم تو ذهنش اصلا چیزی نمیگذره این یه ذهن خالی داره مثل یه دونه شامپانزه اون زمین ساز جنایت علیه اون گروه ها خواهد شد خب این خلاصه ای بود از کتاب Survival of the Friendliest اینم هم حیفم هم اومد نظرم جالبه که حالا خیلی به بحث اون رب نداره ولی یه جای کتاب بهش اشاره کرده که تو بعضی قارها اصلا هیچ بحثی به این ربطی به این ربط نداره ولی جالبه نقاشی هایی میکشیدن که حیوانات به جای چهار پا هشتا پا دارن این چهار پایان و خیلی مونده بودن که راز این قضیه چیه و برایان هر به همراه چند آنتروپولوژیست و دیگه این نظریه رو مطرح کردن که این اولین سینما یا سینماتوگراف بشر بوده مثلا 20 هزار ۳ هزار شاید هم هزار سال پیش اینا رو رسم کردن به این صورت که وقتی توی قار آتش روشن میکردن و بعد این شعله آتش میرقصیده و نور کم و زیاد میشده سایه هایی که ایجاد میکردش انگار اینجوری بوده که این حیوان داره میدوه و اینا آتیش روشن میکردن آتیش رو یه ذره بهش مثلا باد میدادن شعله ها این علو میکشیده نمیدونم نور کم و زیاد میشده و این توهم رو ایجاد میکرده که این حیوان داره میدوه یعنی جالبه که شاید پنجا هزار سال پیش اولین سینمایی که بشر داشته اینجوری بوده چند تا از اینا میکشیدن بچه ها میشستن نگاه میکردن و می میکردن خب این خلاصه ای بود از این کتاب امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه باز توصیهم اینه که این رو مطالعه کنید فرصتی داشتید بخونید و شاید چیز بدی هم برای ترجمه نباشه خیلی ممنون از توجه شما